روزتون بخیر بینندگان بزرگوار، با پخش زنده و مستقیم یورونیوز فارسی همراه شما هستیم تا گزارشی از اولین نشست خبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا رو 10 روز مانده به مراسم ادای سوگند و آغاز به کار او به اطلاعتون برسونیم. این نشست خبری در نیویورک برگزار میشه و بسیاری در انتظار این نشست بودند، زیرا سوالات زیادی در موضوعات حساس بین‌المللی مطرح است، از جمله سوالاتی درباره مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آقای ترامپ تا کنون تمام گزارش‌های سرویس‌های امنیتی آمریکا در این باره را رد کرده. Unsubstantiated, echoing the concerns that many other reporters expressed on the internet. The fact that BuzzFeed and CNN made the decision to run with this unsubstantiated claim. در انتظار هستیم که آقای ترامپ صحبت‌هاشون رو شروع کنن. هنوز صحبت نشده. Is not an intelligence report, plain and simple. One issue that the report talked about. قبل از صحبت‌های آقای ترامپ در حال حاضر داره انتقاداتی میشه از رسانه‌هایی که به این موضوع به طور جدی متمرکز شدن، از جمله سی ان ان و غیره، که به تفصیل صحبت‌هایی که سرویس‌های امنیتی درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح بود، درباره این گزارش‌ها رسانه‌های خبری صحبت می‌کنند و این مورد انتقاد آقای ترامپ و طرفدارانش بوده. این نشست خبری یک روز پس از اون مطرح میشه که نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش جدید و مفصلی رو ارائه دادن که میگه روسیه اطلاعاتی رو درباره دونالد ترامپ به دست آورده که میتونه علیه اون استفاده کنه. آقای ترامپ این گزارش رو و این ادعای جدید رو هم رد کرده. بسیاری از چهره‌های سرشناس جمهوری خواهان، از جمله جان مکین سناتور این حزب، نظر نهادهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات رو پذیرفتن. خب صحبت‌های مایک پنس رو میشنویم، معاون رئیس جمهوری منتخب. ایشون میگن حدود 9 روز، تنها 9 روز تا آغاز به کار رئیس جمهور جدید باقی مانده. That I will take the oath of office. من مفتخر هستم که قرار در کنار او به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریکا خدمت کنم. Who will make America great again? من در کنار رئیس جمهوری هستم که قرار بزرگی رو به ایالات متحده آمریکا برگردونه. But as the chairman of the transition effort, انرژی که رئیس جمهوری منتخب در جریان کارزار انتخاباتی داشته و همچنین در زمان در دوران فعالیت تیم ایشون برای انجام روند گذار داشتن، انرژیشون قابل تحسین. ایشون از پتانسیل های قابل توجهی برخوردار هستند. تا کنون 19 نفر برای پست‌های جدید مشخص شدند و افراد و سمت‌ها اعلام شدند. این کار همچنان ادامه داره. تمام کارهایی که ایشون انجام دادن در شرایطی بودی که همواره اخباری مطرح می شده برای اینکه مشروعیت این انتخاب و این انتخابات رو زیر سوال ببرن. ایشون باز انتقاد دارن به فعالیت رسانه‌ها و میگن رسانه‌ها در این دوران اخبار غلط و اخبار نادرستی رو منتشر می‌کردن و این کار انسان‌های سالم با روان درستی نیست.
اما ما در چنین شرایطی به کارمون ادامه دادیم و پیشرفت‌های خوبی داشتیم. برنامه‌های بسیار خوبی رو تا کنون رئیس جمهوری منتخب در حوزه‌های اقتصادی آغاز کردن، تیم اقتصادی بسیار خوبی رو چیدن، فراهم کردن. من به این ترتیب از دوست خودم و رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ دعوت می‌کنم بیاد و صحبت‌هاش رو برای مردم بیان کنه. بسیار سپاسگزارم. من تا به حال نشست‌های خبری زیادی داشتم، اما این نشست‌های خبری رو برای یک دوره موقتی اینها رو تعطیل کردم و امروز باز دوباره در خدمت شما، در کنار شما هستم، پیش شما هستم و خوشحال هستم که امروز اینجا هستم تا با شما صحبت کنم. آنچه را که سرویس‌های اطلاعاتی منتشر کردند به نظر من یک اشتباه بسیار بزرگ است. چنین چیزی هرگز نباید نوشته میشد و هرگز نباید منتشر میشد. من از برخی از رسانه ها سپاسگزارم که به هر حال با دقت نظری بیشتری به کارشون ادامه میدن و برخلاف جمع بزرگی از رسانه‌ها که به انتشار چنین اخبار اشتباهی پرداختن و روی اون خودشون و فعالیتشون رو متمرکز کردن، گروه خاصی ویژه‌ای از رسانه‌ها با دقت از کنار این موضوع گذشتن و این قابل تقدیر. ما آزادی اطلاعات برامون مهمه و بهش احترام میذاریم، اما رفتار حرفه‌ای رو انتظار داریم از رسانه‌ها. و به این دلیل باید دیدگاه همون نسبت به برخی از رسانه‌ها الان عوض کنم. من طی دو هفته گذشته مرور جدی داشتم به وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت شرکت‌ها در این کشور. قراره در هفته آینده برنامه‌های جدیدی رو در حوزه اقتصادی اعلام بکنم. در حوزه فعالیت و آغاز به کار کارخانه‌های جدید برنامه‌هایی دارم که اینها به زودی اعلام خواهد شد. تویوتا قراره برخی از تولیداتش رو در مکزیک متوقف کنه. قرار شده که سرمایه گذاران برخی از سرمایه گذاری هاشون رو در مکزیک متوقف کنن و در آمریکا به جای مکزیک در آمریکا سرمایه گذاری کنن، یعنی به خانه برگردن و در اینجا برای رونق اقتصادی آمریکا کار بکنند. ما در حوزه تولید دارو هم نیاز به این داشتیم که سرمایه گذارانی بیان و در داخل خود آمریکا دست به سرمایه گذاری بزنن و به تولید دارو برای آمریکایی‌ها در داخل این کشور بپردازن. این هم یکی از اولویت‌های ما بود. در حال حاضر رقابتی که در حوزه دارو بین داروخانه ها و میان تولید کنندگان دارو وجود داره، این رقابت عادلانه‌ای نیست. به همین دلیل باید در این بخش تولید کننده های بیشتری باشه، سرمایه گذارانی بیشتری باشن تا یک رقابت منطقی دیده بشه. میلیاردها دلار خرج چنین چیزهایی شده، در صورتی که باید در این زمینه یک بازنگری جدی انجام بشه. Jack Ma, we had so many
در حوزه هوانوردی فعالیت‌های جدی باید انجام بشه. در این مدت در حوزه آیتی شرکت‌های بزرگ آیتی مثل علی بابا و غیره پیش من اومدن و ما با هم صحبت کردیم. در این زمینه پتانسیل‌های بسیار ارزشمندی وجود داره برای کار در آمریکا و قرار شده که در این زمینه هم سرمایه گذاری های وسیعی در اینجا بشه به جای سرمایه گذاری در داخل کشور، در خارج از کشور. ما قراره که بر میزان اشتغال زایی در این کشور بیفزاییم و این برنامه اصلی من هست و من راجع به هر چی که در حال حاضر دارم برای شما صحبت می کنم در راجع به اونها فکر کردم و برنامه دارم. برنامه جدی دارم برای وضعیت اقتصادی و پیشرفت کشور و به برنامه‌ام افتخار می کنم. ما استعدادهای بسیار بسیار بزرگی در این کشور داریم. The 20th is going to be something that will be very, very special, very beautiful. در حوزه نظامی فعالیت‌های گسترده‌ای انجام شده و در حال حاضر گروه‌هایی وجود دارند برای توسعه فعالیت در این بخش و این هم کار قابل توجهی است که باید انجام بشه. But many of them didn't. That was a beautiful scene on November 8th as those states started to pour in. And we focused very hard on those states, and they really reciprocated. And those states are going to have. آقای ترامپ اشاره می‌کنند به وضعیت انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته. گفتند با وجودی که نظرسنجی‌های مختلف نتایج عجیبی را مطرح کرده بودند و رسانه‌ها گفته بودند که انتظار دیگری برای رئیس جمهور آمریکا میشه، ولی ما دیدیم که در 8 نوامبر مردم تصمیم دیگه گرفتند و به اون چیزی که واقعا اعتقاد داشتن رأی دادند و به این ترتیب رئیس جمهوری از میان مردم انتخاب شد. آقای ترامپ اشاره دارن به وضعیت کهنه سربازان در آمریکا و میگن در حال حاضر وضعیت زندگی و شرایط زندگی اونها شرایط اسفباری. برخی از اونها بیماری های لاعلاجی مثل سرطان دارند و در این زمینه باید به طور جدی وارد عمل بشه. ایشون گفتن که تا همین الان هم تیمی که در کنار من بودن در این زمینه به طور جدی عمل کردن، رفتن و با بسیاری از این کهنه سربازان صحبت کردن. ما در حوزه درمانی برای این افراد کارهای جدی قرار انجام بدیم. تیم پزشکی به طور ویژه قرار برای اونها کار بکنن. این تیم از پیش از این هم کارش رو شروع کرده. ما با متخصصان دنیای کسب و کار و بازرگانی وارد گفتگو شدیم. دیوید، and I think you'll be very impressed with the job he does. We looked long and hard. We interviewed at least 100 people. تیمی که با من کار کردن تا کنون تیم بسیار بسیار جدی بودن در کارشون و این باعث شد که ما در فرصتی که داشتیم در دوره گذار به صحبت‌های افرادی با استعدادهای بی‌نظیر گوش کنیم. Okay. Questions? Yes, John. Thank you. خب سوالات اگر کسی لازمه و مایل سوالی مطرح کنه. سوالات شروع شد. سوال رو نمیشنویم. متاسفانه سوال رو نمیشنویم. Okay, first of all, these meetings, as you know, are classified, so I'm not allowed to talk about what went on in a meeting. But we had many.
و ما در این زمینه نشست هایی داشتیم و در صحبت هایی هم که در این نشست شده صحبت های محرمانه ای هست. بنابراین واقعا باعث شرمندگی و تأسفه که اونها چنین اطلاعاتی رو منتشر کردن. فکر کنم درباره گزارش سرویس های امنیتی سوال شد که آقای ترامپ بار دیگر تاکید کردن که انتشار اونها کار اشتباهی بوده. آقای ترامپ میگن یک افرادی که مخالف من بودن و افرادی کاملا بیمار بودن دست به این کار زدند. It should never have been, number one shouldn't have even entered paper, but it should never have been released, but I read what was released. تأکید میکنن که این اطلاعات هرگز نباید منتشر میشد. من و رسانه ها و روزنامه هایی که این اسناد رو منتشر کردن کار واقعا تأسف‌باری انجام دادند. تنها موضوع روسیه مطرح نیست، بلکه اونها کشورهای دیگر رو هم هدف قرار داده بودند. We have much hacking going on, and one of the things we're going to do, we have some of the greatest. تأکید کردن که تنها روسیه و مسکو نیستن که دارن به آمریکا ضربه میزنن، که اینها اینطوری بر روی این کشور متمرکز شدن. به وضعیتی که چین برای آمریکا درست کرده نگاه بکنید. And we're going to form a defense. And I have to say this also. ما بهترین کارشناسان رو جمع خواهیم کرد تا بتونیم یک سیستم دفاعی قوی به وجود بیاریم. کمیته دموکرات کاملا باز بوده و برای همه، یعنی امکان دسترسی به اطلاعات کمیته دموکرات برای همه باز بوده و به این دلیل هر کسی میتونسته بره و این اطلاعات رو به سرقت ببره. به همین دلیل من این گزارش ها رو قبول ندارم. ما برای خودمون چیزی که به وجود اومد این بود که خواستیم در دوران کارزار انتخاباتی خواستیم که از سایت های ما و از کارزار انتخاباتی ما از اطلاعات به طور جدی حمایت بشه، محافظت بشه، و این کار شد. به همین دلیل این اطلاعات در کارزار ما، در کمپ ما منتشر نشد. آقای پوتین هم همونطور که میدونید قطعا تاکید کردن و همونطور که گفتن این اطلاعات کاملا اطلاعات اشتباهیه. خب کاملا قابل پیش بینی که آقای پوتین این رو بگه، ولی من سوالم اینه که چرا این گزارش ها رو منتشر کردن؟ چون به هر حال این کار اول از همه به خود خانم هیلاری کلینتون ضربه میزنه، انتشار این گزارش ها. کسانی که چنین کارهایی رو کردن من حتما اخراج خواهیم کرد. ما درباره یه سرقت صحبت میکنیم، سرقت اطلاعات. این سرقت اطلاعات. That's a horrible thing. Can you imagine that if Donald Trump got the questions to the debate? ما درباره این اطلاعات با خانم کلینتون صحبت کردیم و درباره این گزارش، ولی اون هیچ جواب روشن و مشخصی به ما نداد. بنابراین به نظر من این کار کاملا کار اشتباهی بود و نباید انجام میشد. دوباره در این باره سوال میشه درباره گزارش سرویس های امنیتی. در این گزارش گفته شده که آقای پوتین این کار را انجام داده تا به شما کمک کنه. آیا شما با این موافق هستین؟ تأکید میکنن اگر اگر شما بخواید این رو قبول بکنید که پوتین خواسته با این کار به من کمک کنین، خیلی این یه چیز مضحکی هست، چرا که در حال حاضر یک مشکل اساسی و جدی بین آمریکا و روسیه وجود داره. هنوز مشکلات و اختلافات بین دو تا کشور برطرف نشده. اگر قراری کمکی بشه و همکاری بشه بین دوتا کشور، بهتره به جای کمک به من صحبت میشد و همکاری میشد بین دوتا کشور در زمینه حذف کردن نیروهای داعش. بهتر بود در اون زمینه همکاری میکردن. No, I didn't.
to blackmail by Russia or by its intelligence agencies. Let me just tell you what I did. آیا در زمان سفر شما در به سن پترزبورگ آیا شما در اونجا رفتار عجیبی دیدین؟ آقای ترامپ میگن ببینین زمانی که من از کشورم خارج میشم من فرد دیگری هستم و برای فعالیت‌های شخصی خودم میرم و رفتار من با دیگران و رفتار دیگران با من کاملا متفاوت خواهد بود. ایشون میگن من مواظب کارهام هستم و تنها در هتل‌های روسیه نیست که دوربین وجود داره. دوربین‌هایی با بسیار بسیار کوچیک برای که بر اساس تکنولوژی‌های جدیدی ساخته شدن و نصب شدن. بنابراین من میدونم که اونها از طریق این دوربین ها ماها رو تمام وقت کنترل میکنند. و من به همراهان خودم هم همیشه گفتم که مواظب باشین و دقت کنین چون امکان داره که ماها فیلم برداری و ضبط بشیم رفتارهای ما و بعدن اینها علیه ما استفاده بشه. این موضوع سوالی که درباره سن پترزبورگ مطرح شد درباره بخشی از پرونده‌ای که سرویس‌های امنیتی منتشر کردن و گفتن آقای ترامپ زمانی که در سن پترزبورگ بوده در اونجا با یک زن روسپی در هتل رابطه‌ای داشته و این رابطه توسط دوربین‌های هتل فیلم برداری شده. آقای ترامپ بازم تاکید میکنن من هیچ رابطه با روسیه ندارم، هیچ توافقی تا کنون با روسیه نداشتم و هیچ نوع ارتباط ویژه‌ای با این کشور و دولت مردان این کشور ندارم من شرکت‌های بزرگی دارم، مجموعه اقتصادی که دست من هست مجموعه بزرگی، ولی من هیچ نوع توافقی و هیچ نوع رابطه‌ای با روسیه نداشتم. ایشون تاکید میکنن که هیچ نوع توافقی با روسیه نداشتن و هیچ نوع رابطه‌ای با دولت روسیه نداشتن تا کنون. Amazing man, a great, great developer from the Middle East, Hussein Demak. صحبت درباره توافقی شده با ارزش 2 میلیارد دلار برای رسیدن به یک توافق که آقای ترامپ در این باره توضیح میدم، میگن در دبی به من همچین پیشنهادی شد که با مردی از خاورمیانه توافقی به ارزش 2 میلیارد دلار داشته باشم، اما من این رو رد کردم. من در این زمینه وارد هیچ نوع توافقی نشدم. تأکید میکنم که من الان رئیس جمهور هستم و نمیخوام از مقام جدید خودم به عنوان رئیس جمهوری آمریکا استفاده بکنم تا بتونم امتیاز جدیدی بگیرم در حوزه اقتصادی. من درک میکنم که خیلی مخالفین هستن که رئیس جمهور یک کشور مدیریت شرکت هایی را هم بر عهده داشته باشه. من این رو درک میکنم، ولی من میتونم این کار انجام بدم و من میتونم همزمان دو تا کار انجام بدم، ولی کاملا به طور مستقل و جدا میتونم شرکت‌های بزرگ اقتصادی ترامپ رو اداره کنم و همزمان رئیس جمهوری کشور باشم و بین این دو تا کاملا تمایز قائل باشم. این کار رد من برمیاد. یک بار دیگه درباره توافق با روسیه از ایشون سوال میشه. I've never heard that before. You know, the only one that cares about my tax returns are the reporters. Okay. متاسفانه سوال‌ها رو ما نمی‌شنویم. آقای ترامپ میگن چنین چیزی که شما میگین من در این باره تا به حال چیزی نشنیدم، ولی چیزی که مهمه اینه که من برنده شدم و من رئیس جمهور آمریکا هستم و اینی که دیگه چه فکر می‌کنم مشکل من نیست، مشکل روسیه است و مشکل اونهایی است که نمی‌خوان بپذیرن پیروزی من رو. Much more powerful than they ever thought. We're in many, many countries, and I'm very proud of it. And what I'm going to be doing
پیروزی من باعث شد به این نتیجه برسم و اینو همه بپذیرن که همراهان من و طرفدار من بسیار قوی تر و بزرگتر این هستن که فکر کنن من خانواده من یعنی پسران من و دختر من که اینجا هستن اونها شرکت ها و کمپانی های من رو اونها اداره میکنن. درباره نحوه اداره شرکت ها اونها اصلا با من صحبت نمیکنن، خودشون کارها رو انجام میدن. Turning over complete and total control to my sons. Good morning. It's my honor and privilege to be here today. President-elect Trump's request. تموم شد. روزتون بخیر. من مفتخرم که در اینجا هستم. آقای ترامپ از من خواسته درباره وضعیت اقتصادی شرکت های صحبت کنه و اینکه چطور قرار اونها از این به بعد اداره بشن. ایشون اشاره میکنن به زمانی که راکفلر به مقام معاونت رئیس جمهوری رسیدن، میگن یک فردی که در حوزه اقتصادی بسیار فعال بود وارد سیاسی دنیای سیاست شدن. چنین چیزی برای آقای ترامپ هم الان به وجود اومده. آنها یعنی اداره کنندگان شرکت های آقای ترامپ با وکلای مختلفی صحبت کردند و تا اینکه راه های حقوقی پیدا بشه و شیوه حقوقی برای اینکه مردم کاملا مطمئن باشن، خیالشون راحت باشه که فعالیت های آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور تأثیری بر فعالیت های اقتصادی اون نمیگذاره و یا فعالیت های اقتصادیش به عنوان یک بیزینسمن تأثیری بر سیاست های آمریکا نخواهد گذاشت. USC 208 and it's simply inapplicable by its terms. And this is not just our interpretation. It's Congress itself who made this clear in 1989 when it amended section قوانین مربوط به تمایز بین ثروت و دارایی های شخصی با ثروت و دارایی ها به عنوان رئیس جمهور. این کاملا ما به اون قوانین احترام میگذاریم. President-elect Trump wants there to be no doubt in the minds of the American public that he is completely isolating himself from his business interests. He instructed us to take all steps realistically to make it clear that he is not exploiting the office of آقای ترامپ با این وجود بسیار برش مهم بود که برنامه ریزی های اقتصادیش به خوبی به پیش بره و در حالی آقای ترامپ وارد کاخ سفید بشه که پروندهش در حوزه فعالیت های اقتصادی کاملا سالم و پاک باشه و تداخلی در آینده با بگونی نباشه که در آینده تداخلی با فعالیت های سیاسیش داشته باشه. در این زمینه ما وارد عمل شدیم و کار کردیم. As well as serving on President George H.W. Bush's Commission on Federal Ethics Law Reform, and he also held the position of Vice Chair of the Ethics Resource Center. نگاهی کردیم به برنامه‌هایی که توسط رؤسای جمهور پیشین انجام شده بود در این زمینه، کارهایی که توسط پرزیدنت بوش و همچنین در زمان آقای ریگان انجام شده بود. از تجربه های رئیس جمهورهای پیشین استفاده کردیم تا جدا کنیم فعالیت های آقای ترامپ رو به عنوان یک بیزینسمن و فعالیت هاش رو به عنوان یک رئیس جمهور بر اساس قوانین حقوقی آمریکا و قوانین اقتصادی. The pages and pages and pages of entities have all been or will be conveyed to a trust prior to January 20th. Here is just some of the paperwork. قرار شد که چیزی که محور کارهامون باشه اعتماد و صداقت باشه و بر این اساس تصمیم هایی گرفته شد. آنچه الان روی میز این اسنادی که میبینید اسنادی است که بر این اساس تهیه شد و آماده شد. اینا اسناد مربوط به شرکت های آقای ترامپ هست. آقای ترامپ بخش عمده ای از کارهاش رو به پسرهاش واگذار کرده. Further, at the President-elect's direction, the trust agreement provides to ensure the Trump Organization continues to operate. قراردادی بر اساس اعتماد منعقد شد برای واگذاری شرکت‌های آقای ترامپ به فرزندانش.
required for new deals, actions, and transactions. بنابراین شرکت‌های آقای ترامپ همچنان به کارشون ادامه میدن بر اساس مدیریت تیمی که اداره اون رژیم بعد بر عهده خواهد داشت. تصمیم گیری های اقتصادی هم توسط همین تیم انجام میشه، نه آقای ترامپ. President-elect Trump will resign from all officer and other positions he holds with the Trump Organization entities. بنابراین آقای ترامپ به زودی از تمام مسئولیتاش در شرکت هایی که داشته استعفا خواهد داد، همه رو کنار خواهد گذاشت. Ivanka will be focused on settling her children into their new homes and their new schools. و دخترش هم همینطور. As a result, the trust will have two types of assets. First, it will hold liquid assets, cash, cash equivalents, and treasuries, and perhaps some positions in a government-approved diversified portfolio. تمام کارهای تصفیه مالی بر این اساس انجام خواهد شد، چه تصفیه دارایی های نقدی و چه غیر نقدی، و همه چیز بر اساس توافق صداقتی که تعیین شده بر اون اساس به پیش خواهد رفت. Rights to royalties from pre-existing licenses of Trump. این توافق هم دارایی‌های غیرنقدی و ساختمان‌ها رو بر شامل میشه، مثل هتل‌ها و ساختمان‌های آقای ترامپ و برج‌های آقای ترامپ. All pending deals be terminated. This impacted more than 30 deals, many of which were set to close by the end of 2016. As you can well imagine, that caused an immediate financial loss of millions of dollars, not just for President-elect Trump, but also for Don, Ivanka, and Eric. آقای ترامپ تمام توافقاتی که هنوز به نتیجه نرسیده و در حال مذاکره هستند تا به نتیجه برسن، اینها را هم متوقف خواهد کرد. و این تیمی که قراره از این به بعد کارهای اقتصادی ایشون رو اداره بکنند، اونها وارد مذاکرات میشن و بر این اساس توافقهای جدید و قراردادهای جدیدی بسته خواهد شد. And he will only know of a deal. این شیوه است که بر اساس قوانین آمریکا قابل اجراست، میشه این کار را انجام داد. And I emphasize could be perceived as causing a conflict or as exploiting the office of the presidency. درباره توافق‌ها و پیمان‌های جدیدم آقای ترامپ فقط در صورتی مطلع خواهد شد که این اخبار در رسانه‌های مختلف منتشر بشه. تنها منبع اطلاعاتی آقای ترامپ رسانه‌ها خواهند بود. بنابراین هیچ نوع نفوذی نمیتونه آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور روی فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار شخصی که داشته باشه. Trump has ordered through his trust agreement to sharply limit his information rights. Reports will only be available and reflect profit and loss on the company as a whole. There will be no separate business. آقای ترامپ همچنین مایل هستند که اطلاعات، حقوق انتشار اطلاعات محدود بشه و اونطور نباشه که تمام فعالیت‌های اقتصادی اونها، ایشون و شرکت‌های تحت نظر، شرکت‌هایی که تاکنون تحت نظر ایشون بودن، این اطلاعات به صورت باز و بدون هیچ محدودیتی در اختیار همه قرار بگیره. He has also directed that no communications of the Trump organization. افراد جدیدی منصوب شدند تا کنترل کاملی انجام بشه بر روی تمام توافقات جدید در چارچوب سازمان‌های اقتصادی که آقای ترامپ تا الان مدیریتشون می‌کردند. Ethics advisor approval of deals. Sharply limited information rights. هیچ نوع توافقی و هیچ پیمانی در خارج از آمریکا در این زمینه بسته نشده. Why not divest? Why not just sell everything? Form a blind trust. And I'd like to turn to address. سوال این شده که چرا آقای ترامپ همه رو خیلی راحت نمیفروشه، همه رو واگذار که به جای واگذار کردن همه رو بفروشه، چرا این کار رو نکرده؟ تأکید میکنن که با فروختن نمیشه جلوی تداخل منافع شخصی و منافع عمومی رو گرفت.
اگر آقای ترامپ شرکت‌ها و بخش‌هایی رو که زیر نظرشون بودن می‌فروختن، هم بازم می‌تونستن از نفوذ و قدرت خودشون برای بهره بردن بیشتر استفاده بکنن، چون به هر حال نام این مارک نامی است که متعلق به آقای ترامپ است، بنابراین باز هم می‌شد سوء استفاده کرد. چون به هر حال آقای ترامپ همچنان حق بر مارک رو دارن، حق بر نام رو داشتند. به همین دلیل ترجیح دادیم بر روی صداقت و اعتماد و پیمان صداقت متمرکز بشیم. This would require massive third-party debt sourced with multiple lenders whose motives and willingness to participate would be. برخی گفتن که بهتره که کل شرکتش رو به بچه‌هاش می‌فروخت. And if the president-elect were to finance the sale himself, he would retain the financial interests and the assets that he owns now. Some people have suggested that the president-elect Trump could bundle the assets and turn the Trump organization اگر چنین کاری رو هم انجام میداد، باز خودش باعث ایجاد سوء تفاهم هایی میشد. برخی گفتند بهتر بود که تمام برخی ها میگفتند که بهتر بود آقای ترامپ تمام شرکت ها و کمپانی هاشو ملی میکرد. این راه حل منطقی و واقع گرایانه ای نبود. به همین دلیل بود که یک بار دیگر به پیمان اعتماد برگشتیم، اعتماد و صداقت. Further, it would be impossible to find an institutional trustee that would be competent to run the Trump organization. The approach he is taking allows Don and Eric to preserve this great company. به همین دلیل در نهایت تصمیم گرفته شد که تیمی برای اداره کل شرکت‌ها و دارایی‌های آقای ترامپ انتخاب بشه و بر اساس پیمان صداقت و اعتماد یک جدایی کاملا روشن و شفافی بین فعالیت‌های اقتصادی آقای ترامپ و مسئولیت جدیدشون و فعالیت‌های سیاسی جدیدشون یک جدایی کامل به وجود بیاد. Called emoluments. That's a word I think we've all become familiar with and perhaps had not heard before. And we're going to describe some other actions the President-elect Trump is taking to avoid even the appearance of a conflict. Emoluments comes from the Constitution. The Constitution says officials may not accept gifts, titles of nobility, or emoluments from foreign governments with respect to. بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور نمیتونه در زمانی که داره فعالیت اجراییش رو انجام میده کادو و هدیه‌ای قبول کنه. این در قانون ما مشخص شده. No one would have thought when the Constitution was written that paying your hotel bill was an emolument. Instead, it would have been thought of as a value for value exchange, not a gift. بر این اساس چنین قانونی میتونه به ما کمک بکنه که در دوران فعالیت آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور از اینکه هر نوع فعالیت اقتصادی در شرکتاش سود مالی برای اون داشته باشه و به نفعی به دستش برسه از این جلوگیری بشه. These people are wrong. This is not what the Constitution says. Paying for a hotel room is not a gift or a present, and it has nothing to do with an office. It's not an emolument. The Constitution does not require President-elect. منتها اینکه این کادو هم و این هدیه چیز این هم باید به صورت مشخص روشن بشه. So President-elect Trump has decided, and we are announcing today, that he is going to voluntarily donate all profits from foreign government payments made to his hotels to the United States Treasury. This way, it is the American people who will profit. In sum, I and President-elect's other advisors at Morgan Lewis have determined the بر این اساس برای اینکه جلوگیری بشه از هر نوع سوء تفاهمی، آقای ترامپ براش بسیار مهم بود که رفتاری هم که انجام میده تا کنون تا امروز به عنوان صاحب دارایی‌های اقتصادی خودش، این باعث ایجاد
سوء تفاهم در برای وظیفه جدیدش در پست جدید در آینده نشه. بر این اساس به طور مثال تمام دارایی هایی که در هتل سودی که به دست آورد آقای ترامپ در هتل خودش در هتل ترامپ این سود واگذار میشه به مردم در این مدت سودی که در این مدت در دوره گذار به دست آورده این رو به مردم میده. Many people voted for him precisely because of his business success. President-elect Trump wants to bring this. مردم آمریکا با آگاهی به موفقیتی که آقای ترامپ در حوزه اقتصادی داشتش به او رأی دادن و الان آقای ترامپ میخواد مردم رو در موفقیت‌های خودش شریک کنه.